خب رسیدیم به اینجا که داره میگه که کی باور میکرد که کیخسرو پادشاه بشه، و بعد میگه که برآرد گل تازه از خار خشک. کی باور میکرد شود خاک با بخت بیدار مشک؟ شگفتیتر آن که از پی آز مرد، همیشه دل خیش دارد به درد. میگه با این وضعیت، با این وضعیت که یهو میبینی یک خاری تبدیل به گل میشه، خیلی احمقانه است که آدم در پی آز بره و هی غصه بخوره که چرا اینه ندارم، چرا اونه ندارم، وقتی که هر اتفاقی ممکنه بیفته، وقتی که داشته ها نداشته میشن، وقتی که نداشته ها داشته میشن. دیگه اصلا این غصه خوردن در پی آز بیمعنی است. میگه که شگفتی تر آن که از پی آز مرد، همیشه دل خیش دارد به درد. ای فکر نداشته هاش باشه و جمع آوری باشه و از اینها. میان نیا و نبیره دو شاه، ندانم چرا باید این کینگاه. حالا نیا و نبیره دو تا شاه هست، اون بر کیخسرو، این برم افراسیاب. حالا این وسط دعواشون سر چیه؟ خب نیا و نبیره هر دو تا شاه شدن دیگه. دو شاه دو کشور چون این کینجوی، دو لشکر به روی اندر آورده روی. اینجا سپاهیان دارن تلف میشن، چه گویی سرانجام این کار؟ بفرم. بله، نبیره یعنی فرزند زاده، اصلا یعنی فرزند زاده، نسبتش فاصلش تا اون آدم خیلی مهم نیست. مقابل احفاد مثلا توی عربی به کار میره، اولاد و احفاد، مثل فرزند و نبیره، میدونن یعنی اینکه حالا چند تا رفت جلو مهم نیست، ممکنه 10 نسل بره جلو، 2 نسل بره جلو، هنوز میشه نبیره. به این معنی به کار میبره اینا رو پیران میگه. البته فردوسی به نظرم الان یه مقدار ارتفاع گرفته، از زبان پیران شروع شده، ولی فردوسی خورده ارتفاع گرفته، داره حکمت میگه، بعضی جاها به نظر میرسه داره از زبان خودش میگه. ولی حالا شما فرض کنین آقای پیران داره میگه، میگه چه گویی سرانجام این کارزار، کرا برکشد گردش روزگار. پس آنگه به یزدان بنالید زار. آقای پیران شروع کرد به گریه کردن که ای روشن و دادگر کردگار، گر افراسیاب اندر این کینگاه، ابا نامداران توران سپاه، بدین رزمگه کشته خواهد شدن، سر بخت ما گشته خواهد شد. حالا خدا کنی که افراسیاب اون یه وسط کشته نشه. چو کیخسرو آید از ایران به کین، بدو بازگردد سراسر زمین. روا باشد در خسته در جوشنم، برآرد روان کردگار از تنم. اگر قراری که افراسیاب کشته بشه، کیخسرو هم پاشه بیاد اینجا سرزمین ها رو بگیره، همون بهتر که من تو جوشنم بمیرم، همون بهتر که من در زره هم کشته بشم تا اینکه زنده بمانم و این فضا رو بخوام ببینم. من وقتی که انقلاب شد پدرم مرده بود، مادرم زنده بود، خب خوشحال بودم وقتا که خب مادرم زنده است دیگه بالاخره. بعدها گفتم خوش بال بابا، اون مرد، این وضعیت رو ندید، مادرم تفلکی زرش کشید. میگه که همون بهتر که من بمیرم و این وضعیت رو نبینم. میگه مبیناد هرگز جهان بین من، گرفته کسی راه و آیین من. چطور من میتونم ببینم، من پیران میتونم ببینم که بیان سرزمین های ما رو بگیرن، آیین ما رو عوض کنن؟ کرا گردش روز با کام نیست، ورا مرگ با زندگانی یکیست. از آن پس نه پیران سپه را بیاد، نه گودرز کشواد شهر را بیاد. میگه که اینجا به نظرم یه خواهد داشت حذف شده. از آن پس یعنی پس از مرگ، نه پیران سپه را بیاد خواهد داشت، نه گودرز کشواد شهر را بیاد خواهد داشت. این وسط میگه همه میمیریم دیگه، کسی یادش نمیمونه هیچی،
ولی رنجش رو ما میکشیم که زنده بمونیم و این ننگ ها و این سختی ها رو بخوایم تحمل کنیم. نکنه چقدر پیران حکیمی، چقدر پیران رو فردوسی بزرگ میبینه تو سخن گفت. خب یعنی میگه وقتی مرد دیگه پیرانی نیست، تفکر پیرانی نیست، من تا زنده ام میتونم بیاندیشم، غصه بخورم. وقتی که مردم دیگه پیرانی نیست، وقتی که گودرز مرد دیگه گودرزی نیست. داره اینجوری میگه. حذف توش صورت گرفته، حذف شدید فعله، معنی کردنش یکم سخت میشه. گفتار از اندر جنگ ایرانیان و تورانیان به انبوه، این لحظه ای که دیگه جنگ شروع میشه. درویه ز لشکر بر آمد خروش، زمین آمد از نصف نعل اسبان به جوش. سپاه اندر آمد ز هر سو گروه، بپوشید جوشن همه دشت و کوه. دل دو سالار هر دو به سان پلنگ، فراز آوریدند لشکر به جنگ. به کردار باران از ابر سیاه، ببارید تیر اندر آن رزمگاه. جهان چون شب بهمن از تیر میغ، چون ابری که باران او تیر و تیغ. چرا تیغ؟ به خاطری که تیر آذرخشه. ببینه ابر سیاه هر از چندگاهی در وسطش یک آذرخش درخشان و روشنی ظاهر میشه و در یک لحظه جهان روشن میشه و بارانها دیده میشن و دوباره تاریک میشه. شمشیر در گرد لشکر مثل آذرخش، یعنی در یک لحظه شمشیر وقتی بالا میره یک درخششی ایجاد میشه و بعد دوباره تاریکی و گرد همه جا رو میگیره. بفرمایید. ماه بهمن، چون که باران اون موقع زیاده، هم آره هم به اصطلاح ابر هست، هم چیز هست، هم خیلی بارانیه. منوچهری اتفاقا تو قصیده معروفش که میگه شبی گیسو فرو هشته به دامن، پلاسین معجر و قیرین گرزن، میگه که موقع مثل این میمونه که بامدادان ابر بهمن اینو بزنن، آقا این بزنن. میگه که شبی گیسو فرو هشته به دامن، اونجا میگه که ابر بهمن. ابر، میخوام بهتون بگم که ابر بهمن معروفه، به این دلیل داره میگه بهمن، چون ابر بهمن معروفه. میگه شبی گیسو فرو هشته به دامن، بله برن بالا ابر بهمن، برن تا برسن به بهمن. بیژن فلاخن نشیمن، توسن چندن هاون مکمن، برن بالا خرمن. ببینن چنان که از روی دریا بامدادان، بخار آب خیزد ماه بهمن. ببینن این بهمن مهمه، ماه بهمن برای رطوبت هوا هیومید خیلی زیاد بوده، با آدم ابر بهمن، غبار بهمن، اینا مهم. حالا نها کنید اینجا میگه، نها کنید میگه که یه بار دیگه بخونم. جهان چون شب بهمن از تیر میخ، یعنی شبی در ماه بهمن جهان شده بود مثل یک شب از ماه بهمن که یه ابر سیاهی اومده بود تو آسمان. چون ابری که باران او تیر و تیغ، مثل یه ابری که ازش تیر و تیغ میبارید. جنگ بین ایران و گودرز، نه پیران و گودرز، نه پیران و گودرز، پیران و گودرز هست و به انبوه هم هست، یعنی همه دارن با هم میجنگ. جنگ به انبوه، بله، که خسرو راه افتاده، منتها که خسرو اولا قول راه افتادن داده، هنوز ما خبر نداریم که راه افتاد، گفته منم دنبال اون میام. تو پیغامی که فرستاد برای گودرز گفت که توس رو میفرستم سمت دهستان، خودم هم دنبالش میام. هنوز معلوم نیست میخواد بیاد اینجا، داره میره سمت این زیبده، اون داره میره سمت دهستان، که چون چیزم گفت، افراسیاب هم گفت اون اطلاعات غلط بهت دادن، اون سمت تو نمیاد، میره سمت دهستان. حالا ما نمیدونیم که کیخسرو اینجا بیاد یا نه. چرا؟ خب ببینن وقتی زمستان داریم، بله
همه این عوامل هست. ببینید اصلا یه فرقی که سمبول ها با استعاره ها دارن همینه. ببینید استعاره ها یه چیزن. مثلا فرض کنید من بگم که مثلا پل استعاره از دوستی، اونور آب و اینور آب رو به هم وصل. خب این استعاره ممکنه باشه، یعنی فقط یک شباهتی که مثلا یه ور آب بیاد. ولی وقتی میگیم سمبول ها، نماد ها ساخته میشن، نماد های انبوهی از چیزها شبیه هم. مثلا اگر شما بگید تاریکی، بگید شب و از رد خواب، سمبول ظلمه. شب سمبول ظلمه. اینجا فقط مسئله تاریکی نیست، اینجا مسئله تنهایی هست، مسئله سرما هست، مسئله اینکه انسان جلوی خودش رو نمیتونه ببینه، خوب و بد نمیتونه تشخیص بده، گرگ و میش رو نمیتونه. یعنی شب یه حاله بزرگی از معانی رو دور خودش داره که ما این رو سمبل مثلا ظلم، ظلم حکومتی تلقی میکنیم. حالا این بهمن هم یه انبوهی از مسائل است، تاریکی هست، بارندگی هست، اینکه آسمان سقفش کوتاه هست و و انبوهی از چیز هست. بله. خب حالا میگه که به کردار باران از ابر سیاه بباری تیر اندر آن رزمگاه. جهان چون شب بهمن از تیر میغ، چون ابری که باران او تیر و تیغ. زمین آهنین کرده آسمان به نعل، بر او دست گردان به خون گشته لعل. لعل استعاره از خونه. ز بس خسته تن کندر آن رزمگاه، بریده سرانشان فکنده به راه. برآورد گه جای گشتن نمان، این ز بس فلان. با بیت بعدیش موقوف المعانیه، بذاریم دوتاشون با هم بخونم. زبس خسته یعنی مجروح. زبس خسته تن کندر آن رزمگاه، بریده سرانشان فکنده به راه. از مز افتاده بودن لطوپار این بر اونور، برآوردگه جای گشتن نماند. نمیشد رد چی؟ نمیدونم اون فیلمی که مال قتل عام رواندا، هتل رواندا هست معروف، هتل رواندا یه جا واقعا این حالت هست. یعنی اینا شبانه دارن با ماشین میرن و میبینن ماشینشون حرکت نمیکنه، اصلا تو دست اندازه و بعد پیاده میشن از ماشین، نه از شدت جنازه ماشین حرکت نمیکنه. بسیار صحنه تلخیه اون لعتون توتسی ها رو که قتل عام میکنن. و درست میگم توتسی ها قتل بود. و بعد این حالا میگه که از بس تن اونجا بود نمیشد رد شی. ها کنه ز بس خسته تن کندر آن رزمگاه، بریده سرانشان فکنده به راه. برآورد یه جای گشتن نماند، پی اسب را برگذشتن نماند. زمین یعنی زمین لالگون شد، هوا نیلگون، هوا تاریک شده بود از بس گرد و خاک رفته بود بالا. برآمد همین موج دریای خون، دو سالار گفتند اگر همچنین بدارند گردان بر این دشت کین، شب تیره را کس نماند به جا. امشب همه نفرات تموم میشن، شب تیره را کس نماند به جای جز از چرخ گردان و گیهان خدا. فکر کنیم فقط توی روزگار یه خدای میمونه و یه چرخ گردان، دیگه نه اسبی میمونه و نه انسانی میمونه. چو پیران چنان دید جای نبرد، به لحاک فرمود و فرشید ورد. به دو تا دیگر از برادراش که چندان کجا با شما لشکر است، کسی کو بدین رزمگه در خور است. سواران ببخشید تا بر سر روی، بوندن در این رزمگه چاره جوی. ببینن بخشیدن ما امروز اینجوری به کارش نمیبریم، ولی در زبان فردوسی بخشیدن یعنی تقسیم کردن خیلی جاها، یعنی قسمت کردن. بذاره یه مثالهای براتون بخونم. مثلا میگه که یکی بهره را بر سه بهره ببخش، یعنی هر قسمتی رو تقسیم کن بر سه. یکی بهره را بر سه بهره ببخش، تو هم بر سه بهره هیچ برتر مشخش. البته این مال ابو شکوره. شخشیدن یعنی لغزیدن. تو هم بر سه بهره هیچ برتر مشخش، تو هم
تردید نکن، از سهمت بیشتر نخواه. خود فردوسی مثلا میگه جهان را ببخشید بر 4 بحر، جهان را به 4 قسمت تقسیم کرد، وضو نامزد کرد آباد شهر. خب پس ببینم، بخشیدن اینجا یعنی تقسیم کردن. میگه سواران ببخشید تا بر 3 روی سواران رو تقسیم کنید، ای لحاک و ای فرشید ورد، برین هرچی سوار خوب داری اینا رو تقسیم کنید بر 3 قسمت. بوندن در این رزمگه چارجوی که که نقشه ای دارم، یه کاری میخوام بگم بکنید. وزیشان گروهی که بیدارتر بدیشان سپاری پشت سپاه. ببینید این سوش، ببینید وزیش میگه یه گروه رو که بیدارترن بدیشان سپاری پشت سپاه. این رو بدشون وزیشان گروهی که بیدارتر بدیشان سپاری پشت سپاه، یعنی اون گروهی که حواسشون جمعتره اونا رو بذاریم پشت سپاهمون بمونن. الان وضعیت خطرناکه، نگاه کنید. حالا پس درست میخونم، وزیشان گروهی که بیدارتر سپه راز دشمن نگهدارتر، به دیشان سپارید پشت سپاه، شما بر دو رویه بگیرید را. اون دو گروه دیگر سه بخشن دیگه، میگه که یه بخش مال لحاک، یه بخش مال فرشید، بعد یه بخش هم بذاریم پشت سپاه، شما بر دو رویه بگیرید راه، برید از دو طرف راه رو ببندید. به لحاک فرمود تا سوی کوه، ورد لشکر خیش را هم گروه، همیدون سوی رود فرشیدورد رود، تا برآرد به خورشید گرد. فرشیدورد بره سمت رودخونه، چون میدونیم زیبد یه جایی بود که بین کوه و رودخانه بود، اصلا مخصوصا اینجا راش ایرانیان انتخاب کرده بودن. با اینجوری وضعیت خطرناکه، اینجا ما داریم تموم میشیم، باید این کارو بکنیم. چنان نامداران توران سپاه کشیدند از آن لشکر کینخواه. خب این کشیدن اونجا بخشیدن معنی بخش تقسیم کردن داشت، اینجا هم کشیدن به معنی عزیمت کردن هست. این کشیدنی که ما امروز برای حمل کردن به کار میبریم به نظرم از همین کشیدن آمده. ببینن من یه مثال هایی میخونم براتون، ببینن معنی عزیمت و رفتن میده. میگه این مال دقیقیه، میگه خود از بلخ زی زابلستان کشید، یعنی از بلخ عزم زابلستان کرد، به مهمانی پور دستان کشید. یا فردوسی میگه کشیدند با لشکری چون سپر، همه نامداران خورشید چهر، یعنی عزم کردند رفتند، تصمیم به حرکت گرفتند. خب حالا کشیدن رو به این معنی بگیرین، میگه چنان نامداران توران سپاه کشیدند از آن لشکر کینخواه، نوندی برافگند پس دیدبان، از آن دیدگه تا در پهلوان. پس به معنی که این تقسیمات اتفاق افتاد، کشیدن اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا نفراتشون رو انتخاب کردن، یه سری فرستادن پشت، یه سری رو آوردن برای، یه سری رو آوردن اون یارکشی کردن. آفرین، یارکشی خیلی خوبه، یارکشی کردن. دیدبان ایرانیان بالا کوه داشت میدید دیگه لشکر رو، اینه دید، نبندی برافکند پس دیدبان. دیدبان متوجه شد، یه اسبی رو حرکت داد، از آن دیدگه تا در پهلوان، یعنی تا کی؟ تا پیش گودرز. نگهبان گودرز خود با سپاه همی داشت هر سوز دشمن نگاه. نگهبان گودرز هم حواسش جمع بود، آمد خود گودرز. ببینن در واقع یه محافظانی داره، یه گاردی داره، که حالا اون که داشت می اومد، نگهبان گودرز هم آمد جلو و ببینی که دیدبان چی میگه، دیدبان چرا حرکت کرده اومده. نگهبان گودرز خود با سپاه همی داشت هر سو ز دشمن نگاه، درویه چو لحاک و فرشیدورد ز راه کمین برگشادند گرد. میگه نگهبان گودرز خودش آردی میدونست، انگار فهمیده بود این موضوع رو که لحاک و فرشیدورد حرکت کردند. سواران ایران برآویختند، همی خاک با خون برآمیختند، نوندی بیامد زهر سودوان، به داگاه کردن بر پهلوان. نگه کرد گودرز تا پشت اوی، که دارد ز گردان پرخاش جوی، گرامی پسر شیر شرز. این پشت اوی یعنی پشت خود. اینجا میگه نوندی هم، حالا تو این گیروبیر یه نوندی هم آمده بود اطلاعات بده به آقای گودرز که بگه آقا حرکت صورت گرفته، ایرانیان درگیر شدن، اون اومده سمت رود، اون اومده سمت کوه، ایرانیان درگیر شدن، آلردی ایرانیان درگیر شدن.
میگه نگه کرد گودرز تا پشت اوی، یعنی پشت خود. که دارد ز گردان پرخاش جونی؟ کی پشت سر ماست الان؟ گرامی پسر شیر شرزه هجیر، به پشت پدر بود با تیغ و تیر. بفرمود تا شد به پشت سپاه. این شد به معنی شود توی جانم برود. بشود، بله بشود، برود. بفرمود تا شد به این به حساب به این صورت. مثلا توی حافظ دیدن این بیت حافظ معروفه که میگه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. ما دوست داریم بخونیم شد دیگه، نه؟ ولی حالا گل دوست، فکر بلبل اینه که گل دیروز دوستش شده یا فردا بخواد دوستش بشه. فکر بلبل همه آن است که گل فردا رفیق ما بشه. هنوز اگر رفیق ما بود که من فکر نمی‌کردم، اگر گل رفیق ما بود مثلا دیگه فکر نمی‌کنم. مشکل هم اینه که گل رفیق من نیست. نه، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، یعنی بشود یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، اونم از اون ور تو فکر اینی که چجوری پوز اینو بزنه. اینو مثلا من البته خودم همیشه شد میخونم به خاطری که جانم شد، بله آره، فکر بلبل اینی که اون یارش شده، اونم همیشه تو فکر اینی که چجوری اومد. بله اینم میشه، منم خودم همیشه شد میخونم. ولی یه مناقشه هست، یه بحثی هست، یا این باید شد بخونیم یا شد بخونیم. خلاصه منظورم اینه که شد به این معنی شود، و حالا اینجا معنی دوم ثانوی تذکر خوبی دادن به معنی رود هست، یعنی بشود به معنی برود. بفرمود تا شد به پشت سپاه، بر گیو گودرز لشکر پناه. بگوید که لشکر سوی رود و کوه، به یاری فرستد گروه ها گروه. گفت بریم به گیو بگن که خور نیرو بفرسته. و دیگر بفرمود گفتن به گیو، که پشت سپه را یکی مرد نیو گزیند. سپارت به جو جای خیش، بزنجا نهد پیشتر پای خیش. برم بگید بگم بیا اون منطقه شو به دست یکی دیگه، خودش بیا. هجیر خردمند وست کمر، چو بشنید گفتار فرخ پدر. به نزد برادر، یعنی به نزد گیف، بیا آمد دمان. بگفتان کجا گفته بود پهلوان. من دلم میخواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش بیت بپرم، یعنی برم صفحه بعد برمیگردم. داره به نزد برادر بیامد دمان، بگفتان کجا بود، کجا گفته بود پهلوان. حالا بریم بعدی. کنون برد باید بر ایشان سپاه، کنون رفت باید بدان کینگاه. یعنی بگوید همچنین هجیر به گیو گفت، که ای گیو کنون برد باید بر ایشان سپاه. این بین این گفتن، این دوتا گفتن، یه شیش تا بیت آورده. بزنید پس من اون شیش تا بیت رو فشرده میکنم که شما این پارگی کلام از ذهنتون در نره. برگردن 1508. هجیر خردمند بسته کمر، چو بشنید گفتار فرخ پدر. به نزد برادر بیامد دمان، بگفتان کجا گفته بود پهلوان. حالا اینا رو تند میخونم. چو بشنید گیوان سخن، بردمید ز لشکر یکی نامور. برگزید گزین ابرشهر فرهاد گرد، بخواندش سپه یک سر او را سپرد. 200 کار دیده دلاور سران، بفرمود تا زنگه شاوران. برد تاختن سوی فرشید ورد، برانگیزد از رود و از آب گرد. ز گردان 200 با درفشی چو باد، همیدون به گردگین میلاد داد. بدو گفت از ایدر بگردان انان، ابا گرز و با آب داده سنان. حالا نها کنه، کنون برد باید بر ایشان سپاه. این کنون برد باید بر ایشان سپاه گفته حجیره اون بالا. خب حالا میدونم یه خورده کانفیوزینگه، برگردیم دوباره، برگردیم. بله حالا دفعه با معنی میخونم، حالا با معنی میخونم. نها کنه، حجیر رفته به گیف بگه که آقای گیف یه نفراتی انتخاب کن، خودت بیا یه سری لشکر رو هم انتخاب کن، سازماندهی کن. حالا گیف داره سازماندهی میکنه، این سازماندهی ها رو توضیح میده، بعد دوباره ادامه گفتی هجیر رو میگه. سازماندهی ها اینجوری میگه، چو بشنید گیوان سخن، یعنی سخن هجیر رو، بردمید ز لشکر یکی نامور برگزید، یه نفر انتخاب کرد.
گزین ابرشهر فرهاد گرد، فرهاد را انتخاب کرد که گزین ابرشهر. ابرشهر توی لغتنامه ده خدا نوشته نام سابق نیشابور، منتها توی تحقیقی که تو این کتاب صورت گرفته ایشون میگه که ابرشهر، بذارم بخونم، گفته شهر بانکه یا نفتچاله در جنوب شرق سالیانی و کنار دریای خزر با ابرشهر شاهنامه انطباق. یه تو تحقیقی کرده ایشون و به این نتیجه رسیده که این ابرشهری که تو شاهنامه گفته میشه اینجاست، اینجایی که میگه در نزدیکای دریای خزر. حالا اینفورمیشن دیگه جزئی ترش خودتون برین پیدا کنید. فقط منظورم اینه که به شما بگم که گزینه ابرشهر فرهاد گرد، یعنی اون کسی که از طرف ابرشهر همیشه به عنوان فرد شماره یک معرفی میشد به سپاهیان ایران. قبلا هم فردوسی ازش نام برده در همین شاهنامه و با همین نام، یعنی گزینه ابرشهر فرهاد. خب حالا اینو داشته باشین، میگه که آقای گیف یه نفر انتخاب کرد، گزینه ابرشهر فرهاد گرد، فرهاد را انتخاب کرد، بخواندش، سپه یک سر او را سپرد، گفت من باید برم به دستور شاه، این پشت این منطقه رو تو حواست باش. 200 کاردیده دلاور سران بفرمود تا زنگه شاوران، 200 نفرم داد به زنگه شاوران، برد تاختن سوی فرشیدور. 200 نفرم داد به زنگه، گفت زنگه برو سمت فرشیدور، برانگیزد از رود و از آب گرد، برو سمت رودخانه، چون فرشیدور رفته سمت رودخانه، تو برو اونجا. ز گردان 200 نفر دیگه با درفشی چو باد، همیدون به گرگین میلاد داد. 200 نفر هم داد به گرگین، به دو گفت از ایدر بگردان انان، یعنی انانت رو بگردان، افسار اسبت رو بپیچون، ابا گرز و با آب داده سنان، با نیزه های آب داده و با گرز حرکت کن برن، حالا احتمالا سمت کوه دیگه، چون فرشیدورد رفته بود سمت آب، لحاک رفته بود سمت کوه. پس این نفرات رو تعیین کرد. حالا نها کنین، یه هم میگه کنون برد باید بر ایشان سپاه. این کنون برد باید بر ایشان سپاه گفت و گجیره که داره به گیو میگه، میگه ای گیو کنون برد باید بر ایشان سپاه، کنون رفت باید بدان کینگاه، که پشت سپهشان به هم برشکست، دل پهلوانشان شد از جنگ پست. میگه که پیران ترسیده، آرایش جنگیش عوض کرده، دل پهلوانشان برشکسته، ما باید یک کاری بکنیم. کنون شیرمردی به کار آیدند. ای گیف اگر شما حواستون نباشه به اون شیشتا که اصلا اون وسط کاملا از یه جای دیگه حرف میزنن، این نمیتونن این رو فیگورات کنن. میگه کنون شیرمردی به کار آیدند، که با دشمنان کارزار آیدند، وقت جنگیدنته، به تو دارد امید ایران سپاه، هنر کن پدیدن در این رزمگاه، از ایشان نپرهیز و تن پیش دار، که آمد گه کینه و کارزار، از ایدر برو تا به قلب سپاه، ز پیران بدان جایگه کینه خواه، که پشت همه شهر توران به دوست، چون روی تو بیند به درتش پوست. سابقه جنگیدن با تو کی فراموشش نمیشه جناب پیران. این جناب گیف گوش پیران رو بریده، یعنی قسم خورده بوده که خون پیران رو بریزه، پیران رو اسیر میکنه، میاد بکشتش، کیخسرو نمیذاره، کیخسرو نمیذاره که پیران رو بکشه. میگه برای چی میخواد بکشش؟ میگه قسم خوردم خونش رو بریزم بر زمین. میگه خب گوشش رو ببر، خونش رو بریز بر زمین. گوشش رو میبره، خونش میریز رو زمین، دستاش میبندن، میگن برو. شما فکر کنید پیرانی که جلوی گیف گوشش بریدن، دستاشو بستن، میگه به گیف میگن گیف تو باید بری زهره اینو بتر کنی، این کسیست که از تو میترسه. ناکنه میگه که پشت همه شهر توران به دوست، چو روی تو بیند بدر رتش پوست، اگر دست یابی بر او کار بود، اگر دست یابی بر او کار بود، اینجوری باید بکنی، اگر دست یابی بر او کار بود، یعنی اگر پیروزی تو ممکن شد، جهاندار و نیکخترت یار بود، بیاساید از رنج و سختی سپاه، شود شادمانه جهاندار شاه. و اگر بری پوست پیرانو بکنی، همه لشکر آسوده میشن، شما هم خوشحال میشن، برو آقا برو تو وسط.
شکسته شود پشت افراسیاب، پر از خون کند دل دو دیده پر آب. بگفت این سخن پهلوان با پسر، پسر جنگ را تنگ بسته کمر. خب بگفت این سخن پهلوان با پسر، اینجی خورده معلوم نیست که این حرفا رو گیو با بیژن زد، چون که ما میدونیم بیژن الان میخواد بیاد تو کار، یا گودرز توسط حجیر اینها رو به گیو گفت. ببینیم میتونه این معنی رو بده، بگفتین سخن پهلوان یعنی گودرز با پسر با گیف توسط کی؟ توسط حجیر. اصلا با حجیر گفته با... آره با حجیر گفته باشه، میتونه اونجوری باشه. یا اینکه گیف اینها رو با بیژن در میان گذاشت. حالا شما هر دوتا احتمال تو ذهنتون باشه، ببینه کدومی که به نظرتون بهتره. هر سه تا احتمال، احتمالی هم که زری میگه. بگفتین سخن پهلوان با پسر، پسر جنگ را تنگ بسته کمر. پس اینجا حجیر هست میشه، چون حجیر تنگ بسته کمر نبود دیگه، قرار بود بره پشت لشک. سواران پس از میمنه میسره، بفرمود خواندن همه یک سره، همه را جمع کرد از میسره و میمنه. گرازه برون آمد و گستهم، حجیر سپهدار و بیژن به هم. اینا هم آمدن از آنجا سوی قلب توران سپاه، گران مایگان برگرفتند راه. به کردار گرگان به روز شکار، بران باد پایان هخت زهار. ببخشید من اینجا مجبورم قطع کنم، یه توضیحات مفصلی بدم. این بران باد پایان هخت زهار رو راجع بش مثلا یه چند سال پیش، فکر کنم نمیدونم دقیقا، مثلا 6 7 سال پیش، آقای داریوش آشوری دو سه تا مطلب نوشت تو وبلاگش که این یعنی چی بران باد پایان هخت زهار. اینا رو که نوشت، این باعث شد یه موجی از نوشته ها ایجاد بشه، یعنی یه کسان زیادی آمدن و در مورد این اظهار نظر کرد. خود آقای خالقی میگه که هخت زهار، زهار یعنی آلت تناسلی، هخت زهار یعنی اخت زهار، یعنی خایه کشیده. خب حالا میگه بران باد پایان اخته شده، یعنی بر اسپان اخته شده. خب این نظر آقای خالقی مطلق که میگه اخته شدن اسب برای قوی تر بودنش بوده در جنگ. منتها آقای داریوش آشوری قبول نداره، میگه فردوسی اصلا یه جایی گفته به شیران هخت زهار، بعد به بامزه میگه حالا کی جرأت داره بره خواهی شیر رو بکشه، حالا اسب حالا میشه، ولی اصلا اینو تو مقالش نوشته، یعنی خود آقای چیز نوشته حالا اسب بره بکشی، ولی شیر کی رفته کی؟ بعد میگه پس این معنی رو نمیده، این هخت زهار نمیتونه به معنی اخته شده باشه. بعد ایشون تا اینجاش خوب مناقشه میکنه و بعد یه تصوری میکنه، فکر میکنه چون زهار رو ما امروزه توی ادبیات دینیمون به معنی موی آلت تناسلی به کار میبریم، نه به معنی خود آلت تناسلی، اعم از مرد یا زن به کار میبریم، ایشون گفته که پس این به معنی مو هست و مو به معنی یال اینجا، و هخت زهار یعنی برانگیخته مو یال. بران باد پایان یال افشان، ایشون سعی کرده این اینجوری معنی. البته خودش گفته که مثلا من شواهدی ندارم و از این حرف. بعد این موجی از نوشته ها به دنبال برده، دکتر ملایری نوشته، بعد در ایران دکتر خطیبی نوشته، کلی راجبید. بعد اینقدر وسیع شده نوشته ها، من البته یه لیست بزرگی اینجا الان دارم، میتونم بعضیاشون هم بخونم براتون، از بس نوشته ها زیاد شده دیگه، آدم هایی که مثلا بر اساس گویش های محلی هم سعی کردن بنویسن. مثلا یه نفر در افغانستان، یه وبلاگی رفتم، اتفاقا ایشون نوشته بود که ما در افغانستان به آتش میگیم هیر، بعضی موقع میگیم هار، هم هار هم هیر. بعد ایشون میگه که این آهخته هار هست،
نه اختزهار، آهخته هار هست، چون تو بعضی نسخه بدله هم آهخته هار هست. بعد میگه هار یعنی آتش، یعنی آتش برافروخته. میگه که به کردار گرگان به روز شکار، بران باد پایان چون آتش برآمده. مثلا منتها من موافق با نظر آقای دکتر خطیبی هستم. ایشون میگه که زهار اولا به معنی در اصل به معنی خود آلت تناسلی هست، نه به معنی موی آلت تناسلی. و بعد میگه زه که بادم زه بخونیمش نه زه، میگه زه به معنی رحم مثل زهدان از همین میاد و اصلا به همین دلیل هست که زهار گفته میشه. و بعد میگه که هخته اینجا به معنی کشیده هست و کشیده یعنی بالا رفته و یعنی لاغر میان. پس بران با پایان هخته زهار یعنی بر اسبان لاغر میان. سعدی چی میگه؟ میگه اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نگاه پرواری. من چون همیشه از بچگی چاق بودم این حرف سعدی رو توهین به خودم میدیدم، اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نگاه پرواری. هر وقت تو مثلا فوتبال نمیتونستم گل بزنم دریبم میزدن، تو دلم میگذشت که اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نگاه پرواری. این لاغرمیانه، این در واقع زهار. من میگم که خیلی تحقیقات وسیعه ها، خیلی وسیعه راجع به این بیت، به خاطر اون مطلبی که آقای آشوری نوشته کلی ها نوشتن ریشه یابی کردن، واژه ها رو از سانسکریت و از نمیدونم پهلوی و از اوستایی و در آوردن، که واقعا در حوصله این جلسه نیست که ما بخوایم به اینا بپردازیم. آخرش خلاصش من اینجوری معنی میکنم که به کردار گرگان به روز شکار، بران باد پایان لاغرمیان. خب این اینجوری معنی میکنم. خب حالا شما اگه دوست داشتین برین این هخت زهار رو تو اینترنت سرچ کنین، اصلا بنویسین هخت زهار سرچ کنین ببینین چقدر مطلب میاد. خب پس میگه که اینها شروع کردن به جنگیدن. وقتم نداریم؟ آره وقتم نداریم، وقت تلف شده داریم، ولی جا خوبی رسیدیم. باشه بعدن هفته آینده.